فکر کنم داریم الان من پارت بذارید ببینم پارت چند رو داریم ذخیره ضبط میکنیم. الان رسیدیم به تو آورویو جت استارت رو رفتیم جلو، بکند رو رفتیم، توی آورویو تا ایجاد کتاب ها رو رفتیم و الان ادامهش رو میدیم. خب یعنی فکر کنم تا اینجا رفتیم، آره تو قسمت آپدیت بوک هستیم. ببینید در قسمت توتوریال تو قسمت کریت بوک رسیدیم به قسمت آپدیت بوکمون و داریم یعنی درج کتاب انجام دادیم، یعنی کتاب داره درج میشه و میگیم آپدیت و ایناش رو به پروژه اضافه کنیم. خب ببینیم نحوه از روی داکیومنت پیش میگم، میگم و باید سلکت بوک رو به پروژه چیکار کنید، اد کنید. خب میام توی کامپوننت بوکم تو قسمت این قسمت سلکت بوک رو به پروژه چیکار میکنم، ادش میکنم. خب این از این قسمت سلکت بوک و بعد که سلکت بوک رو اد کردم میگه تابع سیوم باید چیکار کنید، تغییر بدید. خب میام تابع سیومون، خب اینا رو توضیح نمیدم. ببین کتاب رو میگیره و اگر بود ویرایشش میکنه. نگاه کنید این تابع سیو رو من عوض میکنم، چون سیو اینجا وظیفه آپدیت هم چیکار میکنه انجام میده. میام تو این قسمت تابع سیو رو عوض میکنم، یه دونه از این اضافه میشه. خب اینم تابع چیه ما شو سیومونو عوض کنم که سلکت بوک انتخاب شده رو چیکار میکنه، اگر باشه آپدیتش میکنه. خب این هم از تابع سیومون. بعد میگه که سیو رو که انجام دادی باید بیای اون اکشن دراپ داون رو به صفحه بوک دات کامپوننت ایمیل اضافه کنی. میگه یه دونه کارم NGX دیتا تیبل رو پیدا میکنی و این کارم رو باش چیه اضافه میکنی. ببینید میگید قسمت NGX Data Table توضیح میدادم تو قسمت UI داره. ببین میگیم توی قسمت Book Component HTML، توی قسمت اینا NGX Book Table مون یه کارم جدید به این شکل به اینجا اضافه میکنم، یه کنترلر میگیرم که کنترلر چی بشه، ریفکتور بشه. الان اگر درست ریفکتور اتفاق افتاده باشد ببین اکشنمون چی شد؟ اضافه شد. اکشن ایدیت هم بهش چیه؟ اضافه شد. ببندم. خب ببین ایدیت اضافه شد. بعد میگه بیا تو قسمت NG Template APP Header هم این کد رو چیکار کن؟ اضافه کن. خب بریم توی قسمت APP Header رو پیدا کنیم. بالاها باید باشه NGX APP Ctrl F APP header اینا میگی نوز کن به این که اگر کتابی بود عنوان بشه چی؟ ویرایش. اگر کتابی نبود که عنوان همون نیو بوک میمونه. میگه اگر آیدی بیاد میمیشه ایدیت، اگر نشد عنوان چی رو نشون میده؟ نیو بوک رو بهش نشون میده. اینم از این قسمت این انجام میدیم. خب و خب ببر اینو دلیت بوک هم چیکار کنیم، به پروژه چیکار کنیم، اضافه کنیم. خب میگه که یه علاوه بر یه سرویس کانفیرمیشن رو میخواد که به پروژه چیکار کنه، اضافه کنه. ببینیم الان ادیت ما درست کار میکنه. مثلا ادیت هنوز کداش اضافه نکردیم، ببخشید. بذار بریم جلوتر کانفیرمیشن رو پروژت کنم. میگه این قسمت کانفیرمیشن رو به ایمپورت های بوک کامپوننت تی اس مون چیکار کن؟ اضافه کن. کانفیرمیشن ایمپورت شد. بعد میگه بیا سرویسش رو چیکار کن، اینجکتش کن. خب میام قسمت دقیقه می چقدر شبیه سی شارپ هستش، تا انگولار دقیقه خیلی شباهت توی کانستریکتورش پیدا کنید. اینا بذار اینا رو من یک چند تا اینتر بزنم بیاد پایین.
کانفیرمیشن سرویس هم به پروژه همون کانفیرم مدل رو برامون چیکار کنه بیار اضافه کردم و میگه بیا اد دیلیت متد هم بهش چیکار کن اضافه. خب اینم تابع دیلیت هم بهش بعد سیو، اینم تابع دیلیت رو به آخر پروژه چیکار کن ادش کن. این اضافه است دیگه تو آخرش میگه. خب بعد میگه که آیدی از نوع چی باید باشه، یه مشکلی پیش اومد اینجا. درسته دیگه ما سیو نیست، مگه این ما سیوه، این ما دیگیت. خب اگه این ما دیگیت باشد ما یه دونه کم داریم. آه ببین این ما دیگیته، این ما سیو بود. خب اینم درست شد. خب تابع دیگیت هم اضافه شد. الان میگه که بعد بیاد به اون دراب داونتون این باتن هم چیکار کنید اضافه کنید. خب من کپی کنم انجی دراب داون رو پیدا کنم و توی HTMLش انجی دراب داونمون کجا بود پونترو اف انجی دراب خب اینجا انجی دراب داونمونه درسته. کانتینیو بادی کدوم بودین؟ نه این نیست، بذار پیداش کنم. کنترل اف اینا میگه به اینجا این باتن رو چیکار کن، باتن دیگیتت هم به این اضافه کن. خب اینم باتن دیگیتمو که پروژه خطایی نداشته باشه بذار یه تست بگیرم. برای دیگه تم بهش چی شد اضافه شد. ببین با داکیومنت پیش برید کاملا راحت و استپ بای استپ داره خودش توضیح میده که چی کار باید بکنید. خب و میگه که تمام دیگه، بذارید یه بار چراش کنم. میگه دیگیت یس بگو پاک کرد. خب نیم حسف انجام داد. تست دو پرایس 100 تومن، یک کتاب، تاریخ 6 سیف. فقط چرا ادیتمون رو انجام نمیده؟ یه جایی رو توی ادیت فکر کنم ردش کردیم که بذار بچه ها ببینم اسپکت بگیرم توی کنسول. میگه که edit book function not found. فکر کنم ما edit book function هستن با اجازتون یادمون رفت بهش اضافه کنیم ها. add digit method in edit save. اینا ها ببین من اینو یادم رفت، این یادم رفت و من به پروژه edit رو چیکار کنم اضافه کنم. میگم تو book component هامون اینجا تو digit digit رو ببندم که با این قاطی نشه. ادیت بوکمون هم چیه اضافه کردم که اصلا یادم رفته بود ادیت بوکو بهش اضافه کنم. فکر کنم تمام شد. نگاه کنید خطا رفت شد. یه میگه خب باید بلد باشی چون بنزی پیشرفته است. اینم باید یعنی هارد کده، یعنی توی نیست چون
کد ها رو آماده بهت میده که وافینگ وافینگ این دست تو آزاد میذاره، مثل جیبیست نیست همه کد رو تولید کنه خودت، همه چیز تولید بشه تو استفاده، این باید کد رو خودت کپی پیست کنی به نسبت به نیاز خودت اضافه کنی. خب مثلا من اینو ادیت کنم بره. خب فقط یه مشکلی داریم، ادیتی که میزنم یه چیزی دیگه هم یادمون رفته بچه، تنها ادیت اینا ببینید میگه کریت بوک رو که میزنی اون سلیکتد بوک باید چی بشه؟ ریست بشه. من اینو ببینید تو کریت بوک اینو نگاه کن، اینو یادم رفت. میبینیم چرا وقتی ماژور کریت بوک رو میگه، میگه اگه چیزی انتخاب شده باشه اینو باید پرش کنیم. من اینو یادم رفته، باید ماژور اشکر پیش بیاد رفش میکنیم دیگه. نگاه کنید ادیت بوک، خب اینم اضافه کردیم. خب دیگه چی یادمون رفته؟ خب بذارید یه بار چک کنیم با هم. سرویس کانفیرم اضافه کردیم، دکری بوک رو اضافه کردیم، سلکتد بوکمون اضافه کردیم، ادیت بوک رو اضافه کردیم. نگاه کنید بیت فرم ما این و کلا باید عوض بشه. این بیت فرممون قدیمی است. ببینید چون اگه اطلاعاتی باید باشه اینجا چیکار باید بشه؟ بیت فرم این تو کام داکیومنت ها باید اینو به کامیتیش باید اشاره بدم. نگاه کنید اینو یادم باشه به کامیتیش بنویسم. به اد بوک متد رو گفته اما نگاه کن بنده خدا اینجا گفته دیگه، راست میگه، گفته اینو که اضافه کرد اینم اضافه کنید. خب این که اضافه شد الان بذارید ببینم، بله این تست سه کنمش، سه اینم تست سه، اینم از بحث ادیت و دیلیتش دوتاش هم کار کرد. خب ببینید سعی کردم توی چند ویدیوی تقریبا کنم، یک ساعت هم نشد کلش. خب توی ویدیوها یه دمو کامل از بحث نحوه آپدیت و دیلیت و اینا رو انجام بدم. ممکنه برای شما هم اگه آقا الان کپی ها پیستا، ببینید توی جی 20 همه کدا تولید میشه اما توی این به صورت هارد کد و کدا بهشون داده میشه، شما بس به نیاز خودتون سرویس ها رو فراخوان میکنید ازشون چیه استفاده میکنید. این دست شما رو تو توسعه پروژه خیلی راحت و باز میذاره. تقریبا یک دموی مختصر و مفیدی از پروژه overview پروژه دادم خدمتتون. من تو ادامه بریم بحث، من در حقیقت این بحث فاندمنشل های بکند مونده، یعنی شما تا یو آی اومدیم، توی ویدیو بعدی میگم این قسمت فاندمنشل فیچر های بکند رو بهتون توضیح بدم و این سری ویدیوها رو چکار کنیم فعلا تمامش کنیم. جا داره تو این ویدیو از حامی محترم و شرکت اشتیاق بهار تقدیر تشکر کنم که کمکمون میکنه که این ویدیوها رو تهیه کنیم. از شما دوستانم خواهش میکنم ویدیو هم نگاه کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید و با این کار ما رو در تهیه این ویدیوها یاری کنید.